خب توی ادامه صحبت هامون یه دو تا مفهوم بودش که من لازم می دیدم که بهش اشاره بکنم چون خیلی خیلی مهمه. حالا بعد از اینکه ما تو بحث صحت سنجی صحبت کردیم، ببینید دو تا مفهوم وجود داره. دلیلش اینه که حالا ما تو فارسی و زبان فارسی اساسا زیاد بهش توجه نداریم به اون صورت، اینه که خب زبانمون فارسیه، دقت زیاد توش نمیشه و خب طبیعیه که زبان انگلیسی به عنوان یه زبان کاملا شناخته شده در علم و ساینس هست و خب میدونیم زبان انگلیسی رو زبان علم میشناسن. خب ببینید دو تا بحث هست حالا توی بحث صحت سنجی زیاد بهش توجه نمیشه. یکی بحث وریفیکیشن هست و بحث بعدی ولیدیشن هست. من نیاز دیدم که در مورد این دوتا یک سری حالا توضیحات و سرچی رو توی اینترنت انجام بدیم، یک سری مقالات رو ازش استخراج بکنیم و اونها رو برای جلسات آتی به صحبت بکشونیم و بگیم که اصلا خب فرق اینها چیه. ما حالا توی در واقع قرارداد برجام هم اگه توجه کرده باشید بهش، یه کلمه بود خیلی استفاده می شود، راستی آزمایی. راستی آزمایی کردن همین در واقع صحت سنجی و ولیدیشن هست، ولی در علم مهندسی به خصوص اونجایی که شبیه سازی انجام میشه، خب ما نیاز داریم وقتی یه مدلی ارائه میشه به عنوان در واقع یه کار شبیه سازی شده، تحلیل شده، آنالیز شده و حالا قرار هست که این بیاد مورد بررسی قرار بگیره و در نهایت به تولید و در واقع مانیفکتورینگ ختم بشه، نیاز هست که این بین این دوتا در واقع بخش یه بخش دیگه هم وجود داشته باشه. حالا من وقتی اینو بگم دلیلش رو حالا توی لابلای مقالات پیدا کنیم و توضیحش رو به شما ارائه کنیم، کاملا مشخص میشه که واقعا لازم و اجباری هست که اصلا ولیدیشن و یا وریفیکیشن وجود داشته باشه. در یه سری از مباحث علوم مهندسی وریفیکیشن معنا داره، یعنی وریفیکیشن مهم هست. توی یک سری در واقع بخش‌های دیگه علوم مهندسی تو بحث سیمولیشن و ارائه داده‌ها و تحلیل‌ها ولیدیشن هست. هر دوتاشون هم میتونن در آن واحد مورد بحث و بررسی قرار بگیرن. بنابراین اینها دو تا آیتمی هستش که بی توجهی به اونها منجر به این میشه که ما خسارت‌های جبران ناپذیری رو متقبل بشیم، به دلیل اون که خب این خسارت‌ها ناشی از بی توجهی ما به این دو تا بخش و یا سیکشن هستش که حالا امروزه دیده میشه مقالاتی که در سطح بین‌المللی چاپ میشن و در واقع ریلیز میشن و منتشر میشن، ولیدیشن رو جزو اوجب واجبات میدونن، به خاطر اینکه اگر ما ولیدیشن و یا به عبارتی وریفیکیشن رو در مقالات نداشته باشیم، نمیتونیم به خروجی مسئله اعتماد بکنیم و بگیم که این خروجی ها دقیقا اون خروجی هایی هست که ما نیاز داریم و خب حالا بریم بسازیمش. بنابراین این بحث ساختن منوط به این هستش که ما ولیدیشن و وریفیکیشن درست و درمونی داشته باشیم. در وریفیکیشن خب به درد نمیخوره. منتها حالا یه بحثایی رو داره. مثلا میگم یه وقت ممکنه شما معادلاتی که آوردی استفاده کردی، معادلات به صورت تحلیلی هست. معادلات تحلیلی مولا درزشون نمیره. خب این اصلا طبیعیه، درست هم هست و شما جواب رو گرفتی. منتها یه وقتایی برای اینکه دیگه حجت تموم بشه و ما دیگه اعتماد 100% به مسئله پیدا کنیم که بله تحلیلی هم بررسی کردیم و در
در واقع بخش بعدیش اومدیم وریفیکیشن و ولیدیشن انجام دادیم که چی؟ که دیگه جای خالی وجود نداشته باشه که حالا ما کجاشو اشتباه گفتیم یا مثلا ممکنه حالا یه جاهایی توی معادلات اشتباه باشه. نه دیگه با ولیدیشن دیگه اون تحلیل رو هم دیگه به معنای واقعی کلمه به اثبات میرسونیم. ولی وریفیکیشن و ولیدیشن بیشتر کجا خودش رو نشون میده؟ برای جایی که به صورت در واقع عددی بحث میشه. ببینید نامریکال متد در واقع دو تا بخش داره. نامریکال متد یکی که خب بحثی داشتیم تو محاسبات عددی توی دوره لیسانس، دوره ارشد، بچه‌های مکانی دیگه خیلی با اینا سر و کار داشتن. نامریکال متد خب در محاسبات عددی هم مطرح بود، یعنی نامریکال متد یعنی روش عددی، ولی خب محاسبات عددی هم حالا کامپیوتیشنال در واقع نامریکال کامپیوتیشن بهش میگفت. حالا این داستانش چیه؟ این در واقع حالا بازم در موردی میخوایم سرچ بکنیم، ولی قبلش یه توضیح خیلی کلی بدم. ما یه بحث داریم به اسم سالور یا سالوینگ، اساسا سالوینگ اند سالور. یه بحث دیگه داریم اسم مدل. ببینید من اگه بخوام تقسیم بندی انجام بدم، اصلا اگه بگم حالا فرض کنیم بذارید اینجوری بگم که بهتر، این بحث اپرووینگ که اینا اگه اسمشو یک بذاریم، حالا اینا زیر مجموعه هاشن. خب یک نظم و نظامی تو ذهن شما شکل بدم که اینا را یعنی چی. اپرووینگ یعنی اثبات رسوندن، وریفیکیشن و ولیدیشن دو تا زیر مجموعه هاش هستن. و بحث بعدی نامرکال متده که این هم دو تا زیر مجموعه داره، یعنی یه زیر مجموعه سالوینگ اند سالور و زیر مجموعه بعدیش هم مادلینگ. حالا مادلینگ البته هم دبل ال میذارن هم یه دونه ال میذارن، مادلینگ. خب من یه توضیح خیلی کوچه بازاری و خیلی ساده انگارانه بهش بدم، بعد بررسیام رو انشالله در پیدا کردن مقاله مناسب با این بحث رو انجام بدم. حالا ببینید یه وقت ممکنه که شما بیاید یک در واقع معادله دیفرانسیل رو حل بکنید. معادله دیفرانسیل مثلا mx دابل دات به علاوه cx دات به علاوه kx، اصلا معادله نیوتن رو، که معادله نیوتن رو میخواید حل بکنید، مثلا زیگما اف مساوی ام هاست که ام شما ام آی شما شتابی که مثلا فرض کنیم x دابل دات باشه، یعنی دو بار مشتق گرفتیم نسبت به جابجایی رو نسبت به زمان، درست رو؟ ما میخوایم این معادله در واقع معادله دیفرانسیل رو که خب نشأت گرفته از قانون دوم نیوتن هست حل کنیم. خب برای حلش یا میتونیم بیایم خب از دو طرف انتگرال بگیریم و بعد که انتگرال گرفتیم بیایم حالا بعد از اینکه انتگرال گرفته شد، این روش روش تحلیلیه ها، بیام از دو طرف انتگرال بگیریم و یه جوابی براش بدست بگیریم، یعنی دو بار انتگرال بگیریم. یک بحث دیگه اینه که نه، اینو نگیم انتگرال نگیریم به صورت تحلیلیه، به صورت عددی حل کنیم. مثلا ببین روش هایی که برای حل تحلیلی وجود داره، مثلا من یک مثال رو برای شما بزنم. این یعنی چی؟ ببینم، امیدوارم که خب اینجا الان ندارم که بهتون نشون بدم، ولی خب من یک مورد رو خب اینجا ندارم، من یه مورد رو به شما حالا نشون میدم.
که این اصلا داستانش چجوریه. پس برای حل این معادله در واقع دیفرانسیل درجه دو، یا میتونیم یا روش های عددی استفاده کنیم، یا از روش های تحلیلی استفاده بکنیم، یعنی از دو حالت خارج میشه. این میشه روش ها. حالا ما اومدیم گفتیم قانون دوم نیوتن، یعنی سیگما اف مساوی ام آ. خب یه معادله تحلیلی دیگه، درسته؟ این معادله معادله تحلیلی، حلش رو نمیگم ما، خود معادله معادله کاملا دترمینیستیک و تحلیلیه. داستان از این قراره که ما حالا میخوام یک سیستم رو مدل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم به زبان ریاضی توصیفش بکنیم. وقتی اینو میخوایم به زبان ریاضی توصیف بکنیم، اینجا دو تا راه حل وجود داره دیگه. یا بیایم از معادلات تحلیلی استفاده بکنیم، یا نه، نه یا از معادلات تحلیلی استفاده، از یک سری معادلاتی استفاده کنیم که به صورت عددی بهش رسیدیم. اینو میگن معادل، در واقع نامریکال مدلینگ بهش میگن. یعنی دیگه مدل به صورت مدل تحلیلی نیست، مدل به صورت مدل عددیه. مثلا اجزا محدود یا المان محدود یا فاینات المنت یه مدل عددیه، مدل تحلیلی نیست. مدل تحلیلی مثلا میشه مثلا گفتش که مثلا قانون کریشوف لاوی که در پلیت ها هست، یعنی در پلیت قانون کریشوف لاو در واقع یه معادله تحلیلیه دیگه، برای حل ورق، درسته؟ یعنی ورق، سازه ورق رو، سازه پلیت رو میاد با استفاده از معادلات تحلیلی حلش میکنه. اینو بهش میگن مدلینگ. مدلینگ چی؟ به صورت عددی. حالا ببخشید، کریشوف میشه به صورت تحلیلی، المان محدود میشه به صورت عددی. خب بس این دوتا فرق دارن. حالا با قبل از این که اینا رو مثالاش رو بزنم برای شما، میام اینو میذارم، میگم سالور، میگم نامریکال سالوینگ که البته ببینید اینجا مثلا میگن analytical versus numerical solutions. معلومه که محتواهای خوبی به اینترنت میشه بابت این مسئله دارید. البته این موضوعی که ما الان داریم توضیح میدیم، بچه‌هایی که رشته فیزیک میخونن خیلی خیلی به این مسائل پایبندن و حالا خیلی، چون اونا بیشتر خب مدلایی که بررسی میکنن در نهایت مجبورن که حلشون بکنن دیگه. حلشون در واقع بر پایه بچه‌های ریاضی هم هستن، واقعا بچه‌ای که رشته ریاضی یا رشته فیزیک هستن با اینجور مباحث خیلی سر و کار دارن. دلیلش هم مشخصه، به خاطر اینکه خب این به اصطلاح دیدگاه و اپروچ به شما نتیجه میده دیگه، یعنی یه ریزالتینگی به شما میده که شما میتونید در نهایت باهاش کارتون رو ارائه کنید. به این دلیل
خب ما خیلی جالبیم. مثلا با اون بحثی که داشتیم توی اون کتاب محاسبات عددی کیوسالاس، اون در واقع هر چی صحبت کرده بود، البته یه قسمت فاینات المنت هم اگر فاینات دیفرنس و المنت هم فکر کنم داره، البته خیلی گذرا و خیلی سطحی، ولی بحث اصلیش اونجا نامریکال سالوینگه. ببینید کیس استادی ها همه با هم فرق داره. مثلا اینجا دراین مدله، اینجا مثلا برای آلودگی هواست. خیلی جالبه. اینجا حالا نمیدونم دقیقا این بحث بهینه سازی در نامریکال مدل و نامریکال در واقع مدلینگ در حالا بحث اگر اشتباه نکنم هید ریس تونل، حالا اصطلاح تخصصی مثلا این یه روش کوادراتور، یه روش عددیه. حالا ما اینجا بیشتر نگاهمون کیس استادی ها نیست، چون بالاخره اینا رو به صورت پرکتیکال برای هر اپلیکیشن جدا میان یه کیس استادی در نظر میگن و اون بحثشون رو میبرن جلو. منتها ما یه نگاه کاملا سوپرفیشیال و جامع میخوایم نسبت به مسئله داشته باشیم، نمیخوایم مثلا وارد دیتیل بشیم. این مثلا در مورد آبهای زیرزمینی. مثلا برای شمال غربی چین. حالا کیس استادی هاشون. حالا اون چیزی که آی کچینگ باشه و چشم منو بگیره، من هنوز بهش نرسیدم. در واقع یه جورایی
مبحثش برمیگرده به سافت کامپیوتینگ، یعنی پردازش نرم یا محاسبات نرم. ما به کیس استادیا فعلا کاری نداریم. این مثلا اینم برای مثلا سرعت جریان و اینجور چیزا، اینم زیاد به درد ما نمیخوره. حتی اینم بحث قشنگی از فیزیکال مدلینگ، نامرکال مدلینگ، یعنی عنوانهای قابل تعملی دارن. این مثلا برای نیروگاه هاست. حالا اگر نشه من مجبور هستم که یا سرچ بیشتری بکنم، یا اینکه توی همون مقدمه اون کتاب کریسالاس یه چیزایی باشه که بشه بهش اشاره کرد. خب یک سری از اینها در واقع اون بحثی بود که ما انجام دادیم، نامریکار سالوین. این همون قانون دوم نیوتن رو گفتم که به صورت معادلات دیفرانسیل میان حل عددی انجام میدن. مثلا ما حالا توی پایان نامه بحث مثلا قدی 45 داریم، اینا به اینا در واقع نامریکار سالوینگ میگن یا نامریکار سلوشن میگن. قدی 4 و 5 هست، قدی 13 هست، انواع اقسام. اینم زیاد خوب نیست.
خب من یه توضیحی بدم بابت اون نامریکال متد که دیگه با دیدن این کتاب کیوسالاس میشه کاملا متوجه شد که نامریکال متدهایی که در انجینیرینگ هست، حالا در همه رشته ها هست، فقط مهندسیان نیست، در علوم پایه هم هستش. دیگه این کتاب در واقع توصیف کننده این هست شما بخواید اگه معادله رو حل بکنید به روش تحلیلی، ببخشید به روش عددی، باید به چه صورتی حل کنید. حالا چیزایی که ما در دروس ریاضی در دوران در واقع کارشناسی، مثلا تو درس معادلات یا مثلا تو ریاضی دو بحث میکردیم، اونها همه به صورت تحلیلی بود. منتها من حالا یه نمونه از تیترش رو به شما نشون بدم از فهرستاش، کاملا متوجه میشید که نامریکال متد که برای سالوینگ ها هست یا سالورها هست اینا چجوریه، یا نامریکال سلوشن ها چجوری هست. مثلا یه نمونه، اگه بخوام یه دستگاه معادلات رو حل بکنیم از چه روش هایی حل میکنیم؟ مثلا روش حذفی گوس یا روش LU، یا اگه مثلا بخوایم برازش منحنی داشته باشیم، مثلا تو درس ترمودینامیک داشتیم میخواستیم درونیابی انجام بدیم، خب اساسا درونیابی روش عددی هست دیگه. پس اینا در واقع نامریکال متد هایی هستن برای حل، یعنی سالورن یا سلوشن میدن برای حل. یا مثلا پیدا کردن ریشه های معادله. خب ما معادله درجه دو رو وقتی که می اومدیم در دوران دبیرستان تو درس حسابان حل کنیم، می اومدیم بر اساس خدمت شما عرض کنم، چون یه الگوریتم خاصی داشت، یعنی معادله درجه دو به صورت تحلیلی حل می شد، کما این که معادله درجه دو به روش عددی هم حل می شد. اما اون چیزی که ما تو دبیرستان یاد گرفتیم روش خدمت شما عرض کنم تحلیلی بود. این در واقع این قسمت. یا مثلا خدمت شما عرض شود که روش های مشتقگیری، اون مشتقی که ما در دوران دبیرستان می گرفتیم، مثلا می گفتیم f x مساوی x به توان دو، f پریمش میشه 2x. این روش تحلیلی بود. اما روش های عددیش دیگه اینجا هست دیگه، مثلا فاینال دیفرنس ریچاردسون و حالا بر اساس درمیده، یا انتگرال گیری، اون چیزی که ما تو دوران دبیرستان داشتیم، حالا در حساب دیفرنسیل حسابا انتگرالی که میگفتیم، مثلا میگفتیم انتگرال اف ایکس مساوی ایکس، انتگرالش میشه ایکس به توان دو تقسیم بر دو، یا نیم ضرب در ایکس به توان دو. اون روش روش عددی نبود، اون روش روش تحلیلی. اما روش عددی، حالا مثلا اینجا انواعش هست، خیلی معروفش روش های مثلا نیوتون هست، رامبرگ هستش، گوسیان هست. و خدمت شما عرض شود که حالا این initial value problems ها هم مربوط به روش های حل معادلات دیفرانسیله که رانسکوتا رو تو قسمت 7 میبینیم دیگه. این هم در واقع روش های حل معادلات دیفرانسیل به صورت عددی. اما اون چیزی که ما تو درس خدمت شما عرض کنم معادلات تو دوره کارشناسی داشتیم، حالا بیشتر بچه مهندسی رو بلد در واقع باید درسشون اجباری پاس بکنن، اون روش هایی که اونجا پیاده میکردیم کاملا و کاملا تحلیلی بود. و امیدوارم که دیگه خدمت شما عرض شود مسئله کاملا فهمیده شده باشه. یا مثلا روش های Introduction Optimization، این توجه بکنید خیلی کاربردیه. مثلا ما یک قسمت خیلی کوچیکی آخر حسابان یا درس حساب دیفرانسیل داشتیم، بحث بهینه سازی، میگفتیم اکسترموم، اکسترموم نسبی، اکسترموم مطلق، مثلا ماکسیموم مطلق، ماکسیموم نسبی، مینیموم مطلق، مینیموم نسبی، همه اینها رو توی اونجا در اون دوران به صورت تحلیلی حل میکردیم. یعنی چی؟ یعنی میگفتیم که f(x) مساوی x به توان 2 رو میانی مشتق میگفتیم، چون f' مساوی 2x مساوی 0 قرار میگیریم، ریشش میشه 0، یعنی در 0 اکسترموم نسبیه یا اکسترموم مطلقه، نمیدونستیم. تا اینکه میرانیم شکلشون میکشیدیم از روی شکل، متوجه میشدیم که این x مساوی 0 مطلق هست یا نسبی.
ماکزیموم است یا مینیموم، دیگه اونا اونجا مشخص میشه. این روش ها روش هایی به طور کل روش های در واقع تحلیلی بودن، اما روش های عددی حالا اینجا وجود داره دیگه. مثلا مینیمایزیشن along a line هست، یا پاولز متد هست، یا داونهیل سیمپلکس متد هست. اینا روش های کلاسیکیه در واقع نامریکالی هستن، یا نه اصلا هم بگیم روش های نامریکال هستن در واقع. گاهی اوقات ممکنه کلاسیک رو با همون روش های آنالیتیکال ببینیم. اما منظور من از اپتیمایزیشن کلاسیک یعنی این که چون الان ما یه سری روش های جدید داریم که اسمارت هستن، متا هیوریستیک هستن، نسبت به این روش هایی که الان مثلا تو بخش ده میبینیم هوشمند هستن، اینتلیجنس دارن، در واقع اینتلیجنت متد بهشون میگن. اما اینها این بخش ده که ما اینجا میبینیم، مینیمایزیشن الانگ لاین یا پاولز متد، اینا نسبت به اونها کلاسیکه. منظورم از کلاسیک بودن این هست. حالا اینم تا این قسمت گفتش. پس نامریکال متدها اینا بودن که ما این بخش ها رو گفتیم، سالوینگ اند سالور. حالا یه سری مقالات رو که ما تو بخش قبلی بررسی کردیم که حالا ما استخراج کنیم، من یه مطالعه داشته باشم بعد براتون پرزنت بکنم. اون تا داستان نمیخوام به همینجا ختم بشه. من تصمیم گرفتم که یک سرچی براتون بکنم. سرچم این باشه که حالا قبل این که اصلا بیاد بنویسیم، اصلا همین بنویسیم numerical solver versus numerical modeling. ببینم آیا توی یوتیوب فیلمی هستش که اصلا این توضیح رو داده باشه. که اگر اجازه بدید، خب حالا قبل اینکه من اینو فیلماش رو ببینم، یه نکته بحث بعدی، یه بحثی داریم حالا سولوشن متد هست. سولوشن متد ها یه سیگهشون به صورت آنالیتیکال متد هست، یه سریشون نامریکال متد هست که اینجا گفتیم، یه سریشون به صورت، ببینید آنالیتیکال متد رو به صورت کلوز فرم سولوشن هم معرفی میکنن. نامریکال متد ها رو هم که به شما توضیحاتشو در کتاب کیوسلاس دادیم خدمت شما عرض شود. یه بحث دیگه هست، هیراریکال بهش میگن، هیراریکال، حالا اگه درست نوشته باشم، هیراریکال سولوشن، هیراریکال. بذارید حالا من یکی بحث بعدی که حالا خیلی به چشمتون ممکنه بخوره، سمای آنالیتیکال هست و حالا ما قبل اینکه اصلا وارد این بشیم، هیراریکال، من چه اسپلش یادم نیست، هیراریکال شبه تحلیلیه، هیراریکال، بذارید حالا من چون، آره، هیراریکال سلوشن فور لارج مارکوف دیسیژن. اینم
در واقع توضیحی داره. حالا این رو، این بخش رو گفتیم که حالا توی جلسه آینده بابت اینها هم توضیحاتی رو خدمت شما ارائه کنیم. اینا چیزایی که باید بدونید، باید و باید بدونید. این هم اگه قسمت سوم بنامیم، اینا رو هم زیر مجموعهاش میدونیم. حالا بحث وریفیکیشن و ولیدیشن هم یک مقاله براش پیدا بکنیم. خب Introduction to American Analytical Solution، و اینم من به شما بگم اساس مطلب به صورت نامریکال هست، به صورت عددی حل میکنه همه چی رو، چون بیس کاریش به صورت عددی هست. این خیلی جالبه. حالا اگر برای اینکه بیشتر بخواید یاد بگیرید، چیز خوبیه. Numerically solving partial differential equation. خب این کافیه، اینو من میذارم حالا گوش کنید. در واقع میگه که روش‌های عددی روش‌هایی هستن که به صورت تقریبی دارن حل میکنن، دقتشون به اندازه تقریبی بودنشون. این همون بحثه در واقع، اینکه به صورت تقریبی داره حل میکنه. میخواد این در واقع دو تا روش رو کنار هم دیگه توضیح بده، نامریکال و آنالیتیکال. این میخواد بگه حلش دقیقه توی روش های تحلیلی، ولی در نامریکال به صورت کاملا تقریبی هست.
همون چیزی که من توی کتاب کیو سالاس گفتم و داره در واقع توضیح میده. خب من توضیحاتی که در اونجا دادم رو خیلیش رو این شخص در واقع مدرس توضیحش داده، ولی در کل میگه که نامریکال متد ها تقریبی هستن، مثلا پیدا کردن ریشه های معادله، مثلا انتگرال گیری، مثل مشتق، چیزی که الان تو کتاب کیو سالاس هم بود، روش های تحلیلی دقیق هستن، مثلا در جبر، در محاسبات، در جبر خطیه، که حالا در یه جاهای اینها وجه اشتراک دارن، ولی وجه تمایز روش های تحلیلی و روش های عددی در واقع دقت اونها هست، که خب در آنالیتیکال دقت به مراتب بالاتر و بالاتر از روش های تقریبی در روش های عددی است. خب حالا اینو گفتیم، بریم سر وقت ولیدیشن ورسس وریفیکیشن بشیم. یعنی ما اینجا بنویسیم validation versus verification. حالا ببینیم در مورد این میتونیم چه اطلاعات و دکیومنت هایی پیدا بکنیم. البته جدا من در یوتیوب هم یه سرچی میکنم که اونجا هم اگر صحبت سایر افراد رو هم ببینیم و بشنویم قطعا به ما کمک خواهد کرد که وجه تمایز وریفیکیشن و ولیدیشن چی هست. زبان انگلیسی خب همونجوری که گفتیم یک زبان علمه، بنابراین باید دقت بالایی داشته باشی در توصیف پدیده های که در طبیعت موجود هست، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که حالا در زبان فارسی ولیدیشن و وریفیکیشن یکی باشه. نه، واقعیت ماجرا اینه که یکی نیستن. اگه بتونیم یکی دو تا مقاله خوب و پرمحتوا پیدا بکنیم که بتونه پاسخ سوالات ما رو بده، قاعدتا ما از این مرحله هم به خوبی خوشی رد میشیم.
ببینید چقدر جالبه، Concepts of Model Verification and Validation. حتی اینجا توضیح خیلی کوتاهی داده، گفته که verification is a testing that your product meets the specification requirements you have written. Validation tests how well you address the business needs that cause you to write those requirements. در واقع validation میاد نیاز validation قبل از verification هست، بر اساس این توضیحاتی که ایشون داده. البته این توضیحات دستوری رو داده، ما بیشتر توضیحات اپلیکیشن و پرکتیکال بودن مسئله رو میخوایم مشاهده کنیم. حالا قبل اینکه این بقیه فایل ها باز بشن، خب اینجا کلی نکات هست که میشه اختلاف بین اینها رو فهمید، ولی خب توضیحاتی که اینا میدن با توضیحاتی که در مقالات دیده میشه یه خورده فاصله دارن. فاصله شون اینه که این توضیحاتی که در یوتیوب داده میشه بیشتر از منظر در واقع تجربیات و اون نگاهی که اون شخص داره، ولی توضیحاتی که در داخل مقالات هست خب خیلی مفصلتر و خیلی کاملتره. بنابراین هر دوش لازم هست که دیده بشه، مطالعه بشه و استخراج بشه حالا اون چیزایی که لازم هست. اگر به مقاله نرسیم مجبوریم که کفایت کنیم به همین حالا وبلاگ ها و سایت هایی که در مورد ولیدیشن و وریفیکیشن توضیح دادن. خیلی جالبه مالی جدا کرده. البته این دستوری بیشتر حالا گرامری و دستور زبان انگلیسی صحبت کردن، ما زیاد به کارمون نمیاد. این حالا یه جورایی مهندسی برمیگرده.
اینجا مثلا پرکتیکال صحبت کرده. این اتفاقا اینم خیلی چیز جالبیه، در واقع اومده توی لوازم پزشکی این مسئله رو بحث کرده، یعنی گفته که وریفیکیشن تست و ولیدیشن تست چه اختلافی دارن، چه وجه اشتراکی دارن، اینا رو همه رو اینجا گفته. خب این به درد نمیخوره. این سایت هایی که پیدا کردیم سایت های خوبی هن. حالا من شروع میکنم تو جلسه بعد کامل در مورد اینا صحبت میکنم. concepts of model verification و validation. این هم چیزی قشنگیه. حالا این بود مقالش رو بگیرم. method validation versus verification breaking down the difference. این هم جالبه چون به صورت پرکتیکال صحبتش رو کرده. خب بریم بعدی. identity validation verification and authentication، یه حتی بحث اعتبار سنجی رو هم اینجا مطرح کرده که این هم یک اصطلاح دیگه ای هستش که در مهندسی به وفور ازش استفاده میشه. thinking ahead the verification and validation. Designing verification and design validation, what's the difference? خب حالا اینم جالبه چون هر سایتی بر اساس دیدگاه و اون اپلیکیشن خودش رو باید اسمش این به درد ما نمیخوره. اینجا یه بحث دیگه داره به اسم کوالیفیکیشن، این هم در مهندسی خیلی استفاده میشه در بحث کنترل کیفیت. خب این تا همینجا کافی هست. من بقیه فیلم ها رو انشالله توی جلسات بعد بهتون نشون میدم چون به دردمون میخوره ازش اطلاعات داشته باشیم و
اینها رو هم انشالله در جلسات بعد توضیحاتش رو در قسمت مفاهیم داده میشه. حالا یه بحث دیگه هم موند، اون رو هم ما یه سرسی بکنیم، بحث در واقع میشه عبارت ها رو اینجوری نوشت. اینو میخوام یه خورده analytical semi analytical numerical و hierarchical solution in mechanical engineering. این بحث بحث ورای اون لینیر و نان لینیر هایی هستش که ما قبلا صحبتشو کرده بودیم. حتی میتونستیم اصلا میتونستیم اینجوری بنویسیم solution method in mechanical engineering. این چیزی میاره، حالا یه اس بدیم که سمای انالیتیکال یعنی شبه تحلیلی. و یعنی چی؟ اینم نیازه که باید درست مثلا این دیگه اومده خیلی پرکتیکال صحبت کرده، کانتکت مکانیزم، یعنی اونجایی که تماس وجود داره.
البته چیز زیاد به درد بخوری نداره، یه قسمتی یکی دو تا اسلایدش از خوبه. فکر کنم خوب باشه. سرفصلش این همون سرفصل کتاب جوسال است، چیزی به اون صورت نداشتیم و بخوایم ازش استفاده کنیم. تایم تستد و تایملس، یعنی اینکه اونایی که در واقع وابسته به زمان و مستقل از زمان هستند. حالا متاسفانه من اون چیزی که باب دلم هست هنوز پیدا نکردم که برای پرزنت آماده کنم. این فعلا تا اینجا کافیه. ادامه این سرچامون رو و توضیحاتی که با در مورد مباحث بدیم رو توی جلسه بعد بهش اشاره میکنیم. خب، با آرزوی موفقیت برای شما.